از کدام شخصیت داستان بیش از همه خوشت آمد؟ گفت بونچوک. بونچوک جوانی 29 ساله بود که برای آزادی به نیروهای انقلاب پیوسته بود، اما در یک مأموریت گروهشان به یک نیروی مسلح بزرگ برمیخورد. تهدید یک درگیری جدی به وجود میآید. سرانجام فرمانده نیروهای انقلاب برای جلوگیری از درگیری ناخواسته با نیروهای مقابل یک موافقتنامه امضا میکند. اینکه سلاح‌هایشان را به طور موقت بدهند، در مقابل آن نیرو آنها را به سلامت از منطقه خارج کند. هنگامی که سلاح‌ها را می‌دهند، مشخص می‌شود که نیروی مخالف از سوی ضد انقلاب خریده شده. انقلابیون صف به صف به جوخه اعدام سپرده می‌شوند. یکی از آنها بونچوک است. بونچوک می‌خواست این آسمان ابرپوش و این زمین اندوهبار که 29 سال زیر پایش بود را ببیند و باز هم ببیند. درست پیش از شلیک بونچوک فریاد گوشخراشی شنید. 8 تن از یارانش روی هم افتادند. سالها گذشت تا به مقطعی رسیدیم که آغاز چرخش زندگی من و زهیر بود. جنگ خلیج، بمباران‌های مهیب که تاریخ برای نخستین بار آنها را تجربه می‌کرد. مجاهدین نقشی در این جنگ نداشتند، اما واقعیت این بود که در جغرافیایی قرار گرفته بودند که بستر این جنگ بود. بنابراین هر گونه تهدیدی در این کشور تهدیدی برای آنان نیز به شمار می‌رفت. در منطقه مرزی دیگر جای کودکان نبود. ما را به بغداد بردند تا در روزهای بعد از عراق خارج شویم. شب در زیرزمین ساختمانی من و زهیر تا نیمه شب برای هم داستان تعریف کردیم. صدای بمباران‌ها لحظه ای امان نمی‌داد. نیمه های شب زهیر حرف عجیبی زد. گفت: میثم، من نمیام، میخوام بمونم.